گروهی از تاریخ نویسان شهبانو فرح پهلوی را نماد رویه روشنفکر، پیشرو و فرهنگی دوران پهلوی می دانند. بسیاری از نهادها و مراکز فرهنگی و هنری که تحت نظر او در ایران تأسیس شد، بعد از انقلاب 1357 به فعالیت خود ادامه دادند. با شهبانو فرح پهلوی درباره این میراث در خانه اش در پاریس به گفتگو نشستم. خانه ای که در جای جای آن میشد علاقه صاحب خانه به هنر و فرهنگ ایران را دنبال کرد. شهبانو، خیلی ممنونم که ما را پذیرفتید، به رادیو فردا وقت دادید که با شما صحبت کنیم. درود بر شما و درود به همیهنانم در داخل و خارج ایران. بعضی از منتقدین شما و نظام پیشین میگن که اونچه که اون موقع تحت فعالیت‌های فرهنگی هنری اتفاق میافتاد، مثلا اونچه که در جشن‌های هنر شیراز اتفاق میافتاد، برای جامعه ایران اون روز، برای اون 35 میلیون نفری که اون موقع در ایران اون روز زندگی میکردند، یک مقدار زود بود. میدونی این برخورنده است برای مردم ایران، چون یه مقدار غربی ها الان این اتفاقات که افتاد گفتن که شاه زود جلو رفت. یعنی چی؟ آیا هیچ مملکتی هست که رئیس جمهورش و پادشاهش نخواد مملکتش جلو بره؟ یعنی این برخورنده است برای مردم ایران. یادم میاد شاپور غلامرضا مرحوم تو کتابش نوشته بود که اینو این خارجی ها میگن، منتظر بودن برادرم جاده نسازه، نمیدونم ترن نسازه، مردم سوار شتر و الاغ سفر کنن. همینه دیگه. نه، برای اینکه ببینید به هر صورت مردم ایران با اون فکر و با اون تاریخ و با اون فرهنگ خیلی همه چیز که نمیشد که همه علاقمند باشه. فکر میکنین تو فرانسه و یا آمریکا، توی دهات چه میدونم آمریکا میشناسن که تو موزه و مادرن آرت چی چی هست؟ نه، اینا دیگه بهانه هایی که میگیرن. اون چیزی که ما میخواستیم مملکتمون احترام به مردم و مملکت بریم جلو، فقط که اون نبود که هزار تا کارهای خیری. البته ببینین، چون کارهای هنری بیشتر اثر میذاره رو مردم، بیشتر راجع به کارهای هنری صحبت میکنن. الان خوشبختانه خیلی ها و حتی در اون موقع اهمیت میدادن به کارهای هنری که شد، ولی بیشتر از کارهای هنری تمام کارهای آمول منفعی دیگه ای که میشد، غیر از کار دولت، تمام سازمانهایی که تحت ریاست من بود، یه سازمانهای غیر دولتی با کمک همیهنان و زن و مرد، برای بچه ها، برای ناتوانان فکری، برای ناتوانان شنوایی، برای روشندلان، برای ورزش، برای محیط زیست، برای جوزام، برای سوختگان، برای خیلی سازمان‌های علمی و کارهای خیلی زیادی میشد، خیر از سازمان‌های خصوصی دولت تمام کارهایی که میکرد اون موقع، غذا برای بچه‌ها، یه لیوان شیر، نون، نمیدونم مدرسه مجانی، دانشگاه مجانی، هزار و یک چیز بود که فقط یه برنامه جشن هنر نبود و تمام کارهای هنری دیگه که صحبت میکنیم. به هر صورت اونایی که مخالف بودن که دیدیم چیکار کردن، که دنبال چه کسایی رفتن و به چه کسایی رأی دادن. حالا خیلی هاشون هم عوض شدن که شجاعت اینو دارن که بیان بگن که ما در ایران اشتباه کردیم. من نمیگم ما اشتباه نکردیم، ولی روی هم رفته. الان که مردم میان میگن رضا شاه روحت شاد، محمد رضا شاه نور به قبرت بباره، یعنی چی؟ یعنی فهمیدن که در اون موقع چی شده دیگه. نه دیگه، این حرفا الان به هر صورت الان فایده نداره گذشته رو بگیم که چرا فلان چیزو کردن. یعنی چی؟ یهودی مینوین یا مثلا چه میدونم آرتور روبینشتاین، میوزیسین معروف، حالا نمیگم، و حتی هنرمندای ایران خودمون تو جشن هنر که فقط
چیزای خارجی نبود، خیلی چیزای ایرانی فوق‌العاده بود. بژار که برنامه درست کرد راجع به بله گلستان، رضوی اشعار مولانا رو میخوند، اونو مردم نمیفهمیدن ولی توقع داشتن این آقایون مخالف که میفهمن که استالین و ماو چیکار کرده و چیکار کرده بودن، اونا نمونه بود. من رفتم، نمیگم آزادن افکاری که داشته باشن، کمونیست باشن، نمیدونم هرچی باشن، آزادن، ولی خب خود من همراه علیزاد خیلی ممالک کمونیست رو سفر کردیم، دیدیم. نمیگم همه چیزشون بد بود، چیزایی که خوب بود ورزششون بود و باله و موزیک. چین رفتم تنهایی دیدم چه خبر. نه دیگه، الان به هر صورت فایده نداره این چیزا. باز فکر کنیم که فردای ایران چی باید بشه، این مملکت چجوری یک پارچه بمونه و آزاد. امیدوارم. راجب جشن هنر که گفتین، یه خلبانی که درجه یک بود تو جنگ ایران و عراق هم شرکت کرد و آمد آمریکا و متاسفانه یه تصادفی داشت، فلج شد و من باهاش در تماس بودم، گفتش که من شما رو از اون موقع دوست داشتم که تو جشن هنر، موقعی که تو حافظیه هنرمندای ایرانی که تمام بودن میخوندند و میزدن، ما تو بیرون حافظیه اینا رو گوش میدادیم و از اون موقع من برای شما خیلی احترام دارم. چه فقط که دیگه چیزای فرنگی نبود، خیلی اصلا برنامه های شرقی فوق‌العاده، اصلا نزدیک کردن شرق و غرب بود، از برنامه های از ژاپن گرفته و مالزی و اندونزی و آفریقا تا آمریکا و ایران. دیگه اونایی که ایران میگرفتن که دیگه به هر چیز ایران میگرفتن. شبانو، در بعضی از این سازمان های فرهنگی و هنری یک سری چهره های حضور داشتن، شخصیت های حضور داشتن که گفته میشه جزو مخالفان حکومت بودن و به شما نزدیکتر بودن. آیا شما نقشی داشتین؟ آیا اساساً چون این چیزی رو میپذیرین؟ خب بودن بعضی ها که یک کمی افکار دیگه ای داشتن و یه مخالفت هایی داشتن، ولی بسته به اینه که چی، برای که زیاده روی هم میکردن خب مردم ناراضی میشدن دیگه. همیشه یاد داستان ماهی سیاه کوچولو میفتم تو کانون و پرورش فکری، موقعی که قدغن کردن اصلا این دیگه معروف شد. خب دیگه قدغن کردن نداشت، الان آدم فکر میکنه خب یه چیزی کتابی مینوشتن که یه جوری برعکس ماهی سیاه کوچولو بود. بعد اونایی هم که مخالف بودن هر چیزی رو سمبل یه فلان میکردن که ماهی بر ضد کوران میره، یعنی ضد سیستمه. میدونید سعی میکردن بی خود مردم رو ناراضی نکنن، چون حیف بود، برای که میدونم اونایی که روشن فکرن یا چپگران یا فلانن هیچ وقت نمیخوان با هیچ رژیمی نزدیک بشن و از جدا باشن، میتونم بفهمم. ولی خب از یه طرفی هم یه کارهای عوضی نشه که ضرر به خود ما ضرر میزد، میدونین، منفعت نبود. تا اونجایی که میشد آدم دستش، یعنی من میتونستم یه کارها میکردم، ولی دیگه اینقدر کارهای مثبت دیگه شده بود که دیگه چی بگم. اگر زمان برمیگشت به گذشته، شما مثلا اون موقع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو تأسیس کردید، موزه هنرهای معاصر رو بنا نهادید و خب سازمانهایی که خودتون در بخش قبلی صحبتاتون گفتید، آیا هیچ کدوم از اینها رو به شکل دیگه ای اجرا می کردید یا تغییری در سیاست های اونها ایجاد می کردید؟ فکر می کنم، برای که اولا خب همطور که می دونی مملکت ما با تاریخ و فرهنگ گذشته و من علاقمند بودم به فرهنگ. اولین بعد می گفتم که مردم که اینقدر افتخار می کنن به فرهنگشون باید یه جا داشته باشن ببینن چی. البته موزه ایران باستان بود، بعد اون اولین موزهی که ساخته شد موزه فرش، آقای عبدالعزیز فرمایان در پارک فرک الان پارک لاله شده ساختن و در ضمن پارک لاله رم، من میگم پارک فرک، یه زمینی بود که 21 آذر رژه
نظامی بود، بعد که دیگه اونا از اونجا رفتن میخواستن ساختمان کنن، من یادم نامه نوشتم علازت خارج از ایران بودن که اجازه بدین اینجا پارک بشه، تهران پارک لازم داره، که اجازم دادن و یعنی دیگه گفتن دولت اونجا ساختمان نکنه، اونجا پارک شد که موزه فرش اونجا ساخته شد و مدیر فرشم خانم ناز خوزمعلم که تو دفترم مدتا با یک آقای دیگه کار میکردن که فرشا رو پیدا کنن کجاست و چی نیست. تنها ساختمانی که موقع جشن 2500 ساله یه خود فشار آوردن ساخته بشه و من الان پشیمونم میگم کاش که نمیذاشتیم، هتل اینترکانتیناتال تو اون ته پارک ساختن. بعد از موزه فرش که خب فوق‌العاده بود، فرشای ایران خنده داره که یه فرشایی رو از کاخ گلستان میخواستیم ندادن به ما، حتی به منم ندادن که بذاریم تو موزه. بعد یه فرشای فوق‌العاده زمان رضا شد تو کاخ سعدآباد بود که انقدر بزرگ بود که اصلا تو موزه جا نبود که اونا رو بذارن. بعد موزه قاجار بود، آثار قاجار که یه انگلیسی این کلکسیون 100 تا تابلو رو داشت با یه قیمت جالب. اینقدر طولانیه نمیدونم چقدر وقت خواهد بود که صحبت کنیم، در حدود $1,000,000 100 تا تابلو قاجار. بعد من یکی دو نفر رو فرستادم که ببینن اینا میارزه خوبن، اینقدر طولش دادن که اون آقا دادش به چیز، به سادوبیز یا یه همچی چیزهایی، که من اصلا گریم گرفت که رئیس دفترم آقای بهادری رو فرستادم، گفتم آقا بگو اینو ما برای موزه میخوایم. خلاصه اونا خوشبختانه قبول کردن، البته قیمت یه خود بالاتر. و تو کاخ مرمر که تو شهر تهران بود، خونه سابق ملکه مادر دیگه زندگی نمیکرد، اونجا رو پروفسور فریچ که یه چک آرتیست بود درست کرد برای تابلوها، و رئیسش خانم دکتر لیلا سوداور دیبا که تخصص کارهای قاجار داره اونجا رو درست کرده بود، فوق‌العاده بود. بعدش تابلو موزه آبگینه که چیزای شیشه‌ای و سرامیک پیش از اسلام و بعد از اسلام، که خونه قدیمی قوام سلطنه که تو خیلی کوچه قوام سلطنه بود اونجا رو گرفتیم که مدیرش خانم نسرین شلمینگر بود و دکوراسیونش هم آقای هانس هولاین مهندس آلمانی کرد. و متاسفانه من شانس اینی که افتتاح کنم نداشتم، ولی همه چیزاش بود. بعد موزه رضا عباسی که تمام چیزهای پیش از اسلام بعد از اسلام که خریده بودیم همه اونجا بود، به امید اینی که یه جای دیگه بره. بعد موزه چیز هنرهای معاصر که خیلی الان دیگه سر صدا کرده، که داستانشو تون بگم که خانم ایران درودی تو یکی از نمایشگاه‌ها به من گفت کاش که یه جا داشتیم تابلوهامون میمون، که من فکر کردم فکر خیلی خوبه. بعد از اون فکر کردیم که چرا فقط ایرانی باشه، خارجی هم باشه، که آقای کامران دیبا مهندسش بود و مدیر عاملش هم بود، که خب خیلی تابلوهای ایرانی، آثار ایرانی و خارجی خریدیم. و بعد تابلوی اونم تو چی ساخته شد دیگه، تو پارک فرح سابق. و کارهای مفرق لرستان توی خرم آباد لرستان، چون من امیدوار بودم که همه چی در تهران نباشه، تو چیزایی که متعلق به جاهای دیگه هم باشه اونجا بذاریم. و بعد یادمه برای شیراز یه تابلو سفارش دادیم به الوار آلتو که فوت کرده الان، یه مهندس معمار خیلی معروف فنلاندیه. و چیزی که من شنیدم ماکتش رو درست کرده بود، نقشش بود، ولی خب دیگه نرسید. اونم موزه هنرهای معاصر میخواستیم باشه و خوشبختانه شنیدم و امیدوارم که درست شنیدم، یه مهندس معماری با یه عده از آقایونی که در رژیم هستن میخوان این موزه رو در شیراز بسازن دیگه. این موزه، موزه کوچولو هم تو چیز بود کرمان که با کمک یه آقای درست کردیم. بعد از همه مهمتر کار هنری همین
کانون پرورش فکری نوجوانان، کودکان و نوجوانان که دیگه کتاب و فیلم و موسیقی و واقعا کار فوق‌العاده‌ای کردن که تو تمام ایران کتابخونه بود، سعی می‌کردیم کتابخونه‌هام به سبک معماری اون منطقه ساخته بشه و چیز داشتیم. کانون پرورش فکری کتابخونه‌های سیار که کتابا رو با قاطر با اسب می‌فرستن تو شهرستان‌ها و بچه‌ها کتابا رو می‌خوندن، برای بعضی پدر مادرهایی که سواد نداشتن می‌خوندن، خیلی کار فوق‌العاده‌ای بود. بعد اون وقت دیگه فستیوال شیراز که خیلی مهم بود و فستیوال مردمی که توش اصفهان بود ولی فقط یه سال اتفاق افتاد و جشن طوس که چیز قدیمی ایران بود، اونم فقط یه سال. آها، تئاتر شهر که الان جزو بناهای تاریخی شده که خیلی قشنگ اونو مهندس سردار افخمی، امیرعلی سردار افخمی ساخته بود که قبلا اونجا چی میگفتن کافه شهرداری یه ساختمونی بود، بعد اونجا ساختن. چیزی که بگم حالا از همه مهمتر اینه که من خوشبختم که این همه ماشاءالله هنرمند ایرانی نه تنها در خارج، در داخل ایران هست، چون اینا همه مخالف هنر و موسیقی و همه این چیزا بودن، ولی با وجود تمام فشارها تعداد هنرمندای نقاش، مجسمه ساز، موسیقیدان، تئاتر، سینما با وجود تمام فشار و سانسورها درست میکنن. واقعا هنرمندام خب اونایی که شعر میگن خیلی شجاعت دارن، یه شعرهای عجیبی میگن که خیلی جالبه که بعضی ها رو میندازن تو زندان ولی بعد بعضی ها رو مثلا قدغن میکنن که تا چند سال چیز نکنن، شعر نگن. بعد اون وقت گالری های هنری چقدر زیاد شده در ایران و چقدر مردم میخرن، چون اون موقع زمان ما چیز اونایی که امکان داشتن چیزهای قدیمی میخریدن، تابلوهای مدرن رو که خود من میبایستی تشویق کنم، مثلا به دولت میگفتم عوضی که پول میذارین مبلای زشت رو میذارین تو ادارات، یه مقدار تابلو بخرین، یا شهرداری ها هی عوض اعلان و فلان یه مجسمه تو شهر. ولی الان خب گالری ها زیاده و مردم هم میخرن و هم میرن دیدن میکنن دیگه. با وجود واقعا تمام فشارها نمیتونن هنرمندان رو اجازه ندن و خیلی ها رفتن گروه های موسیقی محلی رو جمع کردن، بعضی ها میان بیرون اجرا میکنن. خب اینا چیزایی که خوب میشه باعث خوشبختیه. از این رشته هایی که الان خودتون اسم بردین، موسیقی و نقاشی و معماری و سینما و معماری هم برای من خیلی مهم بود، برای که سازمانی هم درست کرده بودم که برای جایزه دادن به معماری های جدیدی که مدرن منتها با الهام از معماری های محلی. تا اینو گفتی یاد چیزم افتادم، یاد 3-4 سال پیش از این جریانات یه بنیادی درست کردم به اسم خودم، شعبان و فرح، که البته خودم کمک کردم که به کارهای هنری برسه. آقای عبدالمجید مجیدی رو هم گذاشتم ریاست عالیش و مرکزش هم تو باغ فردوس در شمران بود. خود من به موسیقی خیلی علاقه دارم، هم موسیقی سنتی ایرانی قدیم، خوانندگان قدیمیمون، هم جدید و هم موسیقی بین‌المللی، هم موسیقی کلاسیک خارجی، هم موسیقی های مختلف. جزء کارهای هنری که شده بود سازمان گفتگوی تمدن ها که آقای داریوش شایگان ریاستش رو داشت، که خیلی چیز جالبی بود. یه نمایشگاهی هم درست کردیم از کارهای آفریقایی و مدرن توی
باغ فردوس که بعد از این اتفاقات آقای احسان نراقی اینو داده بود، یعنی کرد به اسم آقای خاتمی که تو یو این و اینجا میگفتم، منم هی نامه نوشتم بابا اینو خود ما درست کردیم 3 سال پیش هیچ را. ولی خب آقای نراقی میخواست نزدیک بشه به آقایون و حتی خود داریوش جایگان که الان بین ما نیست در هلند نطق کرده بود و گفته بود. پس موسیقی رو بیشتر دوست داشتی؟ موسیقی. قبل انقلاب کی چه کسی مورد پسندتون بود بیشتر؟ کارمو خراب میکنی هنرمندا، بعضیشون زندن. خب مثلا هایده رو خیلی دوست داشتم، خیلی افسوس میخورم که دیگه بین ما نیست، واقعا صداش فوق العاده بود. و ستار. بعد قبل از اونم نشد، بعدا واقعا موسیقی سنتی رو با کمک آقای مرداد پهلبد وزیر فرهنگ هنر، چون جوونی اینقدر به چیزهای قدیمی علاقمند نبودم، دلکش و روح بخش و دیگه بنان و اینا، ولی ایشون می آوردن این گروه ها رو، بعد علاقمند شدم. حرف از شجریان که اصلا فوق‌العاده، پریسا که تو جشن هنر بود، یادم نره، خیلی گوگوش معروف دوست داشتیم، گوگوش هم خوب بود. در جشنهای هنر شیراز یه سری موزیسین های بین المللی رو هم دعوت کردیم، راجع به اونها هم توضیح میدید؟ خب یه عده بودن موزیسین های قدیمی که علاقه من بودم، مثل همونطور که گفتم یهودی مینوین، آرتور روبینشتاین، اینا واقعا اسمای فوق‌العاده بودن. یه کسایی مدرنم بودم، خیلی به قول معروف اوانگارد، یه درصد کوچیکی چیزای خیلی پیشرفته بود. شتوکهازن برصد موسیقی اوانگارد بود، ولی من مثلا دوست نداشتم. خب ولی خب دیگه بیشتر موسیقی کلاسیک دوست داشتم. شما چقدر نقش داشتین در دعوت کردن این هنرمندان؟ نه، من نقش نداشتم واقعا. اونجا آقای فرخ قفاری بود و آقای رضا قطبی و یه عده دیگه بودن که میرفتن یا تئاترها رو انتخاب میکردن. یادم وزیر سابق فرهنگ فرانسه آقای ژاک لانگ، اونم بنیاد یعنی فستیوال داشت، یه عده رو معرفی میکرد دیگه. تو قسمت‌های مختلف افراد مختلف، آربی و ونسیان تئاتر رو اینا که انتخاب میکردن در سراسر دنیا و دیگه همه جور بود دیگه، همجور که گفتم، از پاکستان، از افغانستان، از هندوستان، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از اسپانیا، از فرانسه، از همه جا می آمدن. خب شهبانو، اگر که امروز برگردید به ایران، اولین جایی که خواهید رفت کجاست؟ اولین جا هر جا که تیاره لندی کرد. چه میدونم، نه من همیشه فکر ایران الان میکنم، نمیگم البته فکر مردم و اتفاق افتاد، ولی تو ذهنم همیشه دماوند با برف روش. اینه تو، یعنی الان هواپیما فرود بیاد شما هواپیما، نه چیز میگم، موقعی که فکر ایرانو میکنم دماوندو میبینم با برف روش، برای که از کاخ نیاوران میتونستم ببینم دماوندو. بعد اون وقت دیگه یعنی برصد من به فکر ایران میکنم، فکر ایران زمان خودمونو میکنم، جویبارها، درختها، چوپانا، شیراز، اصفهان. موضوع اینه که واقعا ایران آزاد بشه و یک پارچه بمونه، اون از هر چیزی مهمتره. 40 سال از وقایع سال 1357 گذشته، آیا شهبانو فرح پهلوی امیدوار هستند هنوز که به ایران برگردند؟ بیشتر از برگشتن خودم واقعا میگم آزادی ایرانه، یک پارچگی ایرانه و آزادی و اون چیزی که شاهزاده میگن دموکراسی باشه، جدایی
دین از حکومت، یک پارچگی ایران، آزادی زنان، حقوق بشر، اون از همه چیز برای من مهمتره. اگه یه روزی هم بشه من بتونم برگردم به مملکت خودم، خب البته یه روز خیلی بزرگی خواهد بود در زندگی من. نمیخوام بگم اینو برای که ممکنه نتونم برگردم، بگن حیوانی دلش میخواست نشد. ولی اون چیزی که دلم میخواد و خواهد شد آزادی ایرانه و دموکراسی و جدای دین از حکومت و این چیزا. دوست دارید 100 سال دیگه تاریخ از شما چطور یاد کنه؟ والا اگه چیز نباشم همینی که الان یاد میکنه برام بس. مرسی.